مذاکره یکی از قسمت‌های رسیدن به یک صادرات موفق. برای اینکه یک صادرات موفق داشته باشید، باید یک مذاکره کننده قوی باشید. برای یاد گرفتن یک مذاکره قوی، ادامه این ویدیو را از دست ندید. سلام، سجاد غفاریان جم هستم، فعال اقتصادی و صادر کننده کالای ایرانی. با یه آموزش دیگه از کانال آکادمی صادرات جم اکسپورت با شما هستم. توی این کانال راز و رمز یک صادرات موفق، راز و رمز یک کسب و کار موفق و توسعه فردی رو یاد میگیریم. پس با من همراه باشید. البته هدفم نیست که توی این ویدیو در مورد جزئیات مذاکره صحبت کنم، اینکه چی بپوشید، چطور بشینید، کجا بشینید، صحبت من نیست. من میخوام در مورد اصول بنیادی مذاکره با شما صحبت کنم و بگم برای اینکه یک مذاکره کننده موفق باشید، چه اصول بنیادی رو باید یاد بگیرید، آموزش ببینید که در خلال این آموزش ها و در تمام این آموزش ها بتونید به یک مذاکره کننده موفق در جهت رسیدن به یک صادرات موفق ختم و تبدیل بشید. سرنوشت یک صادرات با مذاکره موفق تعیین میشه و شما باید بلد باشید که چطور یک مذاکره رو به سمت یک صادرات موفق سوق بدید، یعنی از ابزار مذاکره چطور برای رسیدن به یک صادرات موفق استفاده کنید. قبل از اینکه بخوام با آموزش اصول بنیادی مذاکره بپردازم، چند تا نکته رو به طور خلاصه براتون توضیح میدم تا بدونید برای مذاکره موفق چطور باید تصمیم گیری کنید. نکته اولی که باید در خصوصش صحبت کنم و به شما آموزش بدم، همیشه شخص مقابل شما در یک مذاکره دو حالت یا دو تا تیپ بیشتر نداره. تیپ اول شخصیتی هستش که کاملا حرفه‌ای به مذاکره است و میدونه هدفش از مذاکره چیه و چطور باید با شما برخورد کنه، و تیپ دوم شخصی هستش که کاملا آماتوره، هیچ تجربه ای نداره و نمیدونه از مذاکره چی میخواد و گاهن هم دیده شده که باعث به اشتباه انداختن شما یا به اشتباه انداختن طرف مقابل شده. پس اینو باید همیشه پیش فرض برای ورود به هر مذاکره و قبل از ورود هر مذاکره در نظر بگیرید و بدونید آلترناتیو و یا اون با مواجهه با این موضوع رو داشته باشید که بدونید چطوری باید با شخصی که روبروی شما نشسته برخورد کنید تا یک مذاکره موفق داشته باشید. نکته بعدی که بخوایم در مورد یک مذاکره موفق بگیم اینه که شما باید انعطاف پذیری کامل در یک مذاکره داشته باشید. سعی کنید به تمام آیتم های محصول خودتون واقف آگاه باشید. اگر مشتری به هر دلیلی خواست یک آیتمی رو تغییر بده، در نوع بسته‌بندی، در نوع کلوز بیمه، در نوع هم، شما بدونید که چطور رفتار کنید، چطور قیمت بدید، از چه آیتم های استفاده کنید برای اینکه این مذاکره رو به سمت مثبت پیش ببرید و به سمت خودتون تمومش کنید. پس انعطاف پذیری هم نکته مهمیه که قبل از شروع اصول بنیادین مذاکره باید بلد باشید. اولین نکته که از اصول بنیادی مذاکره بخوام به شما آموزش بدم اینه که هدفتون رو از یک مذاکره مشخص کنید. بدونید برای چی اومدید پای میز مذاکره، دقیقاً از این مذاکره چی میخواید، یا اینکه هدفتون رو یه گوشه یادداشت کنید، برای خودتون تداعی کنید و روی میز مذاکره بذارید، طوری که طرف مقابلتون متوجه نشه و هدفتون مدام جلوی چشمتون باشه. بدونید برای چی اومدید پای میز مذاکره. زمانی که هدف داشته باشید از مذاکره، متوجه این میشید که چطور مذاکره رو هدایت و راهبری و کنترل کنید. پس هدفتون رو به عنوان اولین اصل بنیادی در مذاکره فراموش نکنید و بدونید چه هدفی دارید. نکته دوم یا اصول بنیادی دومی که در مورد یک مذاکره موفق به شما میخوام آموزش بدم اینه که استراتژی ورود داشته باشید. سعی کنید زمانی که وارد یک مذاکره میشید از استراتژی ورود خودتون رو برای اون مذاکره استفاده کنید. استراتژی ورود یعنی چی؟ یعنی که شما ابتدای ورود به مذاکره، اگر با عصبانیت وارد یک مذاکره بشید، تا آخر مذاکره جو خشک و شاید جو بیروحی به مذاکره حکم فرما باشه.
ولی اینکه اگر شما با شوخی و خنده وارد یک مذاکره بشید و سعی کنید طرف مقابلتون رو به وجد بیارید، یا اینکه سعی کنید از یک جو خشکی مذاکره رو به یک جو خیلی متعادلی برسونید، بهش میگن استراتژی ورود. و شما بهتر میتونید مذاکره رو کنترل و به سمت خودتون سوق بدید. پس برای یک مذاکره موفق همیشه سعی کنید استراتژی ورود داشته باشید. بعدی که در مورد یک مذاکره موفق باید بگم، شعار معروف امتیاز بدید تا امتیاز بگیرید. سعی کنید توی مذاکرهتون انعطاف پذیر باشید و اگر امتیازی میدید سعی کنید امتیاز بگیرید، یا اینکه سعی بر این باشه که تا جای مقابل امتیاز بگیرید و امتیازی به طرف مقابلتون ندید. این برمیگرده به استراتژی شما و اعتماد به نفس شما در مذاکره. البته موضوع اعتماد به نفس یه موضوع فوق‌العاده میشه گفتش که بخوایم در موردش صحبت کنیم زمان بر هستش، و اینجا قصد نداریم در مورد اعتماد به نفس صحبت کنیم و بیشتر هدفمون این هستش که مذاکره یک کسب و کار رو به این صورت راهبری کنیم. پس حواستون باشه، شما برای اینکه یک مذاکره موفق داشته باشید باید هم امتیاز بدید هم امتیاز بگیرید. مهمترین اصل در مذاکره شاید همین باشه، باید امتیاز بدید تا امتیاز بگیرید، تا موفق بشید و یک مذاکره موفق داشته باشید. اصل بعدی که بخوام در مورد یک مذاکره موفق به شما آموزش بدم اینه که زبان بندی داشته باشید. سعی کنید مذاکره رو طوری راهبری کنید که انتهای مذاکره مشخص باشه، زمان جلسه مشخص باشه و شما در انتهای جلسه به یک جمع بندی برسید. شما متوجه این باشید که چطور باید جلسه رو راهبری کنید تا به جمع بندی برسید. اینطوری نباشه که شما ساعتها جلسه برگزار کنید و در انتهای جلسه متوجه بشید هنوز هیچ تصمیم اساسی مبنی بر اینکه شما فروش کالا انجام بدید، صادرات کالا انجام بدید یا هر تصمیم دیگه بگیرید نگرفتید. پس باید سعی کنید یک جمع‌بندی عالی و یک زمان‌بندی عالی در طول ساعت مذاکره داشته باشید تا بتونید به بهترین نحو ممکن مذاکره رو جمع کنید و مذاکره رو به این سمت پیش ببرید که یک اتفاق مثبت برای شما بیفته. در انتها اگر بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم اینطوری میتونم بیان کنم نکاتی که گفتم در مورد یک مذاکره موفق اصول بنیادی یه مذاکره است که تجربه شخصی خودمه و این بیشتر مذاکرات صادراتی حول این محورها چرخیده و من سعی کردم با ساختن یه ویدیو این مذاکرات یا این اصول مذاکراتی رو به شما آموزش بدم. سعی کنید روی اصول مذاکره آموزش ببینید و سعی کنید روی اصول مذاکره کارو پیش ببرید. حالا جزئیات مذاکره میشه گفتش که در بقیه جاها جزئیات مذاکره قابل یادگیری هستش، اهم از اینکه حالا چه لباسی بپوشید، سر وقت حاضر بشید، در کجای میز مذاکره بشینید و غیره جزئیات هستش، ولی اصول بنیادی مذاکره چیزهایی هستش که شاید شما سالها بخواید به خاطر زحمت بکشید تا اصول بنیادی مذاکره رو یاد بگیرید. اینجا اومدم اصول بنیادی مذاکره رو بهتون یاد دادم و گفتم اگر بخواید مذاکره موفق داشته باشید چه کار باید انجام بدید. اگر سوالی در حیطه مذاکره و در خصوص این ویدیو دارید بپرسید توی کامنت و با لایک کردن و سابسکرایب کردن هم از من حمایت کنید. ممنونم، منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. متشکرم.